سلام، سعید گیلانی هستم. با سومین جلسه از سری آموزش‌های طراحی پارچه با فتوشاپ در خدمتتون هستم. آموزش این جلسه‌مون در مورد راپورت‌بندی 1/2 یا هفت‌راب هستش. قبل از اینکه آموزش این جلسه رو شروع کنم، می‌خواستم صفحه اینستاگراممو با عنوان گیلانی دیزاین بهتون معرفی کنم. میتونید صفحه منو فالو کنین و طرح‌های منو ببینین توی صفحه و هر سوالی که در مورد طرح‌ها و نحوه اجرای اون داشتین بپرسیم. برای راپورت هفت راب یا 1/2 ابتدا لازمه که طرح ما در محور عمودی یا ورتیکال راپورت بندی بشه. برای این کار به دستور فیلتر آدر آفست میریم. پنجره برامون باز میشه که در محور هوریزونتال یا افقی و ورتیکال یا عمودی جابجایی تصویر رو میتونیم ببینیم. ما هوریزونتال رو صفر میذاریم و محور ورتیکال رو اهرامش رو جا به جا میکنیم تا جایی که طرحمون در جای مناسب برای اصلاح و ترمیم قرار بگیره. گزینه اوکی رو انتخاب میکنیم و شروع میکنیم به جایی که خط برشمون افتاده طرحمون رو اصلاح کردن. این بستگی به شما داره که بخواید چه قسمت‌هایی از طرح رو حذف کنین یا چه قسمت‌هایی از طرح رو نگه دارین و بذارین قسمت‌های لازم بمونه و قسمت‌هایی رو که لازم ندارین حذف کنین و بهش با استفاده از ابزار مناسب مثل قلمو یا براش طرحتون رو ادیت کنین. من شروع می کنم به ادیت کردن قسمت های وسط طرح. بعد از اینکه اصلاحی که لازم بود رو انجام دادیم، اگه لایه ایجاد شده حواستون باشه که لایه ها حتما باید با هم دیگه مرج بشن. اینم از دستور layer flatten image لایه ها رو با هم دیگه یکی میکنیم. بعد از اون به گزینه select all میریم و طرحمون رو انتخاب میکنیم و بعد edit copy تا یه کپی از طرحمون داشته باشیم. بعد از اینکه کپی کردیم طرحمون رو، طرحمون رو دیسلکت یا از انتخاب خارج میکنیم. برای ادامه کار لازمه که ما قسمت وسط طرح رو داشته باشیم. بعد از اون لازمه که طرحمون رو در محور افقی امتداد بدیم. برای همین لازمه که قسمت دقیقا وسط به وسط طرحمون رو مشخص کنیم. برای این کار به ابزار move میریم. حتما توجه داشته باشین که گزینه show transform controls تیک خورده باشه. وقتی که اون گزینه تیک میخوره میبینین که مربعهایی در اطراف طرح دیده میشه که دقیقا وسط طرح ما رو مشخص میکنه. بعد با درگ کردن ماوسمون بر روی خط کش میتونیم اونو خط راهنما رو به دقیقا وسط طرحمون انتقال بدیم. بعد از اون طرح رو انتخاب میکنیم. Select all و بعد Edit Copy. طرحمون رو از انتخاب خارج میکنیم و صفحمون رو بزرگ میکنیم. برای این کار به گزینه Image Canvas Size میرم. من اندازه گیری رو به پرسنت تغییر میدم و
گزینه 200% رو انتخاب میکنم تا طرحمون به اندازه 2 برابر از سمت چپ بزرگتر بشه. حالا طرحی که کپی کردیم توی این صفحه پیست میکنیم و به دقیقا طرحمون رو از وسط خط راهنمایی که گذاشتیم طرحمون رو به قسمت پایین منتقل میکنیم. یه کپی دوم از طرحمون رو وارد میکنیم و دوباره به قسمت بالایی طرح منتقل. خیلی مهمه دقت داشته باشین که حتما هیچ فضای سفید و خالی توی قسمتی که طرح منتقل میکنین در وسط وجود نداشته باشه. بعد از اینکه خط راهنما رو کشیدین و گزینه های نقطه های وسط طرح مشخص کردین، میتونین گزینه شو ترانسفورم کنترل رو از انتخاب خارج کنین که اون اسنپ های مربع شکل از کارتون بیرون بره. خب حالا لازم هستش که در این قسمت، در قسمت وسط هم طرحمون رو ادیت کنیم تا این خط صافی که بین طرحمون وجود داره و کشیده شده هم از بین بره. باز در اینجا هم انتخاب با خودتونه که چطور طرح رو ادیت بکنین، کاملا به عهده شما هست و آزادی عمل دارید. من شروع میکنم طرح رو ادیت کردن تا به اون نتیجه دلخواهی که میخوام برسم. حالا ادیت ما کامل شد. در قسمت وسط هم ما کاملا طرحمون کامل شده و هیچ قسمت نصفه‌ای وجود نداره. حالا من طرح رو برمیگردم به حالت اول از فرمان ایمیج کانواس سایز، دوباره فرمان پرسنت و 50% رو انتخاب میکنم تا طرحمون برگرده. دقت داشته باشین که من در اینجا طرح همون قسمت وسط نگه میدارم و به قسمت چپ یا راست منتقل نمی کنم. گزینه پراسید رو میزنیم و حواستمون باشه که باز دوباره لایه هایی که ایجاد شده رو حتما یکی کنیم و یک لایه داشته باشیم و به گزینه لیر فلتن ایمیج میریم و طرح رو یکی میکنیم. خب حالا میبینیم که در اطراف هنوز ما طرحمون راپورت نداره. هیچ جای نگرانی وجود نداره. ما دوباره به دستور ایمیج کانواس سایز میریم و دوباره طرحمون رو صفحمون رو در واقع 2 برابر میکنیم. طرحمون رو انتخاب میکنیم و منتقل میکنیم به قسمت دیگه از صفحه. یک بار دیگه کپی میگیریم از طرحمون و اونو به قسمت بالای طرح منتقل میکنیم. دقت داشته باشید که همونطور که گفتم هیچ فضای مشکی یا خالی زیر طرحتون نباشه. دقت کنید که دقیقا طرحتون لب به لب بچسبه به همدیگه و هیچ فضای بک‌گراندی دیده نشه. خب
دوباره لایه ها رو با هم دیگه یکی می کنیم. حالا این طرح ما به عنوان یک پترن آماده است برای تکرار شدن. گزینه Select All، Edit Define Pattern. پترن رو میتونیم نامگذاری کنیم یا به همون اسمی که هست میتونیم انتخابش بکنیم و از انتخاب خارج میکنیم. ابعاد صفحمون رو بزرگ میکنیم. وایت بذاریم و سلکت آل و گزینه ادیت فیل رو انتخاب میکنیم. پنجره که برامون باز میشه از گزینه آپشن و کاستم پترن، گزینه آخر که پترن ما هست رو انتخاب میکنیم و میبینیم که طرحمون به طور کامل و درست به عنوان پترن در تکرار شده در صفحه بود. دقت تونیم بکنیم که دقیقا هفت دراپ یا راپورت یک دوم توی طرحمون تکرار شده. خب امیدوارم از آموزش این جلسه استفاده کرده باشین و چندین و چند بار تمرین کنین آموزش این جلسه رو تا به خوبی با دستوراش راحت بشین و به سرعت مناسب بتونیم برنامه و این راپورت بندی رو انجام بدیم. با تشکر، خدا نگهدار.